عزیزان بیننده و همراهان همیشگی سلام. در افق نو امشب به این موضوع خواهیم پرداخت که آزادی برای ایرانیان چه مفهومی دارد. امشب نمیخواهیم آزادی را از منظر شعر و آرمانگرایی ایرانی ببینیم. میخواهیم واقع بین و جستجوگر از کارشناسان بپرسیم که در 4 دهه گذشته مفهوم اجتماعی سیاسی واژه آزادی در ایران چه دگرگونی هایی تجربه کرده است. بسیاری از محققان حوزه اندیشه سیاسی معتقدند تعریف مفهوم آزادی و حس انسان‌ها به آن نسبی است، اما برای درک درست‌تر از آزادی باید آن را به ابعاد زمان و مکان گره زد، چون تجربه انسان‌ها از آزادی یکسان نیست. بدین سبب غایت ما بررسی مفهوم آزادی در بعد مکانی ایران و در بعد زمانی پس از انقلاب 57 است که ایرانی ها از آزادی چه تصوری در اندیشه و روان خود داشته و دارند. در انقلاب سال 57 در ایران بسیاری از ایرانیان در خیابان ها آزادی را فریاد می زدند. آن سوتر آیت الله خمینی متأثر از فرهنگ انقلاب فرانسه از آزادی، برابری و برادری می گفت. اما شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را که بخش بزرگ انقلابیون سال 57 فریادش زدند برای همگان قابل پذیرش نبود. شعاری که بخش دیگر انقلابیون مقابلش ایستادند اما بعدها هزینه سنگین آن را پرداختند. معترضان به این شعار آزادی در کنار سیستم سیاسی جمهوری، آن هم از جنس اسلامی، را در تضاد می‌دیدند و می‌گفتند آزادی و جمهوری اسلامی با هم همخوان نیست. امروز نزدیک به 4 دهه از آن رخداد سیاسی اجتماعی در ایران می‌گذرد. در همه سال‌ها ایرانی ها تجربه های گوناگونی از نیاز و طلب آزادی داشتند، از مردم سالاری دینی تا خیزش های خیابانی در سالهای 78 و 88. می خواهیم بپرسیم مفهوم و طلب آزادی برای ایرانی ها چه بود و شنیدن واژه آزادی چه حسی در آنها خلق می کرد. نگرش و احساس ایرانی ها از واژه آزادی دچار چه تحولاتی شده است؟ اصلا آیا جامعه ایران در سیستم سیاسی فردمحور با ایدئولوژی خاص می تواند طلب یا نیاز آزادی کند؟ با ما باشید. خب عزیزان بیننده، اجازه بفرمایید خوش آمد بگم به میهمانان برنامه امشب. آقای فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان، و آقای عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر از پاریس، پایتخت فرانسه، با ما. طبق روال همیشگی این توضیح رو نیز خدمت شما عرض کنم که ما در افق نو به حسب موضوعات از کارشناسان محترم دعوت به حضور میکنیم که نظر این عزیزان الزاماً همخوان با نظر صدای آمریکا نیست. آقای سرکوهی، میخوام با شما آغاز کنم. با این روش که بخش اعظم ایرانی هایی که هوای انقلاب و تغییر در سر داشتن در سال 57 شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی رو فریاد زدن، این یک خواسته حقیقی و فکر شده و طلب واقعی جامعه از جنس آزادی بود یا نه فضای حاکم بر طلب آزادی، فضای حاکم بر اون طلب سایه انداخته بود؟ سلام میکنم به بینندگان عزیز، به شما و به خصوص به آقای دکتر لاهیجی، و خوشحالم که با ایشون هم کلام میشم. اگر از تعریف های گوناگون آزادی بگذاریم و بیایم بگیم آزادی رو همون آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ببینیم و مبناش هم بذاریم اعلامیه حقوق بشر که سند بین المللی است، بنابراین لازم نیست دیگه درباره ماهیتش بحث بکنیم، من میتونم بگم که در دوران انقلاب که شما بهش اشاره میکنین، جامعه ایرانی به یکسان برداشت یکسانی از آزادی نداشت. یک گروه هایی بودن که خب طبیعتا آزادی های سیاسی به معنای به اصطلاح انتخابات آزاد، آزادی احزاب یا آزادی های فرهنگی مثل کانون نویسندگان به معنای آزادی بیان برای همگان بدون حصر استثناء و به یکسان برای همه، و همچنین آزادی اجتماعی به این مفهوم که دولت ها هیچ کس در زندگی خصوصی افراد دخالت نکنه و مفاهیم مرتبط با اون، گروهی بودن که به این معتقد بودن و به اصطلاح خواهان این بودن. اما وقتی بخش عظیمی از جامعه به خصوص دستگاه روحانیت که رهبری انقلاب رو به دست گرفت، اینها برداشت مشخصی از آزادی نداشتن، یا در واقع وقتی میگفتن آزاد، استقلال، آزادی، جمهوری
جمهوری اسلامی، آزادی با جمهوری اسلامی در تضاد بود، چرا که اون مفهومی که ما از آزادی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی داریم نمیتواند مقید به مذهب باشد، برای که در مذهب حالا هر با هر برداشتی، برداشت اصلاح طلب، برداشت مردم سالاری دینی، برداشت ولایت فقیه، چیزی آزادی اساسش در آزادی سیاسی این است که رأی اکثریت، البته رأی اکثریت در یک انتخابات آزاد واقعی، نه انتخاباتی مثل جمهوری اسلامی، رأی اکثریت تعیین کنه که قوانین چه باشه. طبیعی اما در وقتی شما اسلامی رو به اون اضافه میکنین، یعنی اینکه یک مرجع دیگری بجز اکثریت وجود دارد، خدا، قرآن، متن، سنت یا هر چیز دیگری که میتونه رأی اکثریت رو لغو بکنه. این مثلا با اسلامی با هر تعبیری با مفهوم آزادی در تضاد است. اما میدیدیم که مردم هر دو رو میگفتن. از طرف دیگه وقتی ما میگیم آزادی فرهنگی، یعنی اینکه همه بتوانند حرف بزنن، آزادی بیان داشته باشن، آثارشون منتشر کنن، این با اون قید و بندهایی که مذاهب میگذارن، مثلا فلان کتاب ممنوع، فلان موضوع ممنوع، در تضاد است. آزادی اجتماعی هم بخش عظیمش این است که زندگی شخصی افراد، زندگی خصوصی افراد، پوشاک، نمیدونم خوراک، غیره، تا جایی که به اصطلاح جامعه رو در خطر نمیاندازه، کسی حقش دخالت در نداره، در حالی که وقتی اسلامی میاریم هر دینی یک مجموعه اخلاقی داره و میخواد به زندگی افراد تحمیل بکنه. بنابراین در همون اول تضاد بود. بعد جمهوری اسلامی هنگام در راه استقرار خودش گروهایی رو که خواهان آزادی بودن سرکوب کرد، همونطور که شما گفتید، شکنجه، اعدام و غیره، و بعد طبقه متوسطی رو که دوره شاه به وجود آمد بود او رو هم خرد کرد. اما بعداً در جریان به اصطلاح سازندگی و بازسازی خودش طبقه متوسط جدیدی ایجاد کرد. حالا من این اصطلاح طبقه متوسط البته اصطلاح درست نیست، ولی مسامحتاً به کار میبرم، لایه‌های میان درآمدی ایجاد کرد و لایه‌های ثروتمندی که اینها حالا خواستار به اصطلاح آزادی سیاسی نیستند، چون مخالف و چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، اما خواستار به اصطلاح آزادی های اجتماعی هستند که بتونن درآمدهای خودشون اونطور که میخوان مصرف بکنن در چارچوب جمهوری اسلامی. این به اصطلاح به مفهومی بدل شد به نام مردم سالاری دینی که آقای سرکوبی به مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی رو با شما مطرح میکنم. من فقط این رو بگم، شما اشاره کردید که خب حالا مردم آزادی رو فریاد زدن در اول انقلاب، اون رأی‌گیری هم که شد به جمهوری اسلامی آری یا نه، خب اجرا شد اون انتخابات و مردم رأی دادن. منظورم اینه که برداشت مردم از آزادی اون موقع که به جمهوری اسلامی رأی دادن آیا همین بود؟ کسانی که میگفتن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی در تظاهرات، چون این اصلی ترین شعار تظاهرات انقلاب بود، و بعد همونطور که من گفتم اینا برداشت کنکرت و مشخصی از آزادی نداشتند. اینها نه همه، البته گفتم روشنفکران بودن، گروه‌های مختلفی بودن که این برداشت رو داشتن، می‌دونستن آزادی یعنی چی، اما در واقع اینها وقتی می‌گفتن آزادی و وقتی می‌گفتن جمهوری اسلامی، این دوتا با هم در تضاد بود. در اون رفراندوم که شما اشاره می‌کنید که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی دادن، می‌تونیم بگیم که اکثریت مردم یک بار آمدن در یک رفراندومی که آزاد بود با معیارهای بین‌المللی به این رأی دادن، حق رأی دادن رو از خودشون سلب کردن. یعنی وقتی شما میایین میگین که ولایت فقیه وجود داره که هم به اصطلاح تعیین می‌کنه خطوط کلی مملکت، نمیدونم شورای نگهبان وجود داره که میگه کی با اجازه داره نامزد بشه، کسی نامزد نشه، قانون اساسی وجود داره که به قول خودشون غیر خودی ها، یعنی لیبرال ها، ملیون، نمیدونم چپ ها، غیره رو حذف میکنه از صحنه سیاسی و بعد تعزیر یعنی شکنجه رو قوانین مجلس تصویب میکنه و غیره، در واقع مردم به یک قانونی رأی دادن که حق رأی دادن رو از اونها سلب کرد و حق خودشون رو، حق آزادی انتخاب خودشون رو به اصطلاح ولایت فقیه واگذار کردن. این با هم دیگه در تضاد بود. بنابراین میتونیم بگیم که برداشت کنکرتی از اون چی که آزادی در دنیا معنی میده نداشتن. سپاسگزارم آقای سرکوی. آقای لاهیجی، گاه و بیگاه سازمان ها و نهادهای حقوق بشری که خود شما هم فعال هستید و بودید، جمهوری اسلامی یا سیستم حکومتی در ایران رو محکوم میکنن به نقض آزادی. این محکومیت ها از نقض آزادی چه معنایی داره؟ سیستم یا حکومت ایران چه کار میکنه که این نهادها اعلامیه و بیانیه میدن و اعتراض میکنن؟ به طور کلی آزادی یعنی اینکه انسان مختار باشه، مجاز باشه که نوع زندگی خودش، شیوه زندگی خودش رو تعیین بکنه و به هر اقدامی، به هر عملی که میخواهد دست بیازد تا زمانی که این عمل به آزادی دیگری صدمه نزنه. یعنی حد آزادی انسان آزادی دیگری است. ببینید، من که صحبت قانون نمی کنم،
برای اینکه بسیاری از قوانین هستند که زد و بودند در طول تاریخ تا امروز در بسیاری از کشورها که خود این آزادی قوانین ضد آزادی هستند، می‌گیم قوانین آزادی کش، یعنی به استناد قانون، به اسم قانون آزادی ها را از مردم سلب می‌کنند و در صدر این قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی است و قوانین جزایی یا مدنی جمهوری اسلامی است. بنابراین اینجاست که من برمیگردم به دوران انقلاب و سوالی که شما از دوست عزیز من آقای سرگویی کردید. توجه دارید که نهضت آزادی خواهی و آزادی طلبی از سال 56 شروع شد و سمبل این تظاهرات آزادی زندانیان سیاسی بود. اون زمان وقتی ما گفتیم زندانیان سیاسی، تو این زندانی ها زندانیان مذهبی بودن، زندانیان چپ بودن، زندانیان در حال ملی بودن. نمی گفتن که فقط یک دسته از زندانی ها آزاد شد، می گفتن تمام زندانیان سیاسی، یعنی کسانی که به لحاظ عقایدشون، به لحاظ نوشته هاشون، به لحاظ گفته هاشون در زندان هستن آزاد هستن، آزاد بشن. یعنی مردم دنبال یک همچین حکومتی بودن که دیگر کسی به لحاظ گفتارش، نوشتارش، عقایدش و حتی مخالفت با حکومت، تا زمانی که این مخالفت به صورت دهار خشونت آمیز در نیاد، به زندان نیفته. حالا بعد در اون ماهای آخر چگونه به این شعار جمهوری اسلامی هم اضافه شد، یک داستان دیگه است. من میخوام بگم که الان در جمهوری اسلامی ایران مقوله به اسم آزادی وجود نداره. تعداد زندانی ها، همکارای شما که روزنامه نگارانی که در زندان هستند، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، همکاران ما آقای سلطانی، خانم نرگس محمدی، اینها هیچ گونه عملی، جرمی در معنای بین الحقوقی بین المللی اون، در معنای حقوق بشری اون مرتکب نشدن که به زندانهای طولانی محکوم بشن. بنابراین یک حکومت، یک نظامی که اجازه بیان، اجازه قلم، اجازه حداقل فعالیت اجتماعی سیاسی به مردم نمیده و اون رو هم مستند به قوانین خودش میکنه، این تمام این اقدامات اقداماتی است که در مقوله حقوق بشر، در مقوله موازین حقوق بشر به عنوان اقدامات ضد آزادی است و به خاطر همین هم سالهاست که ما بر ضد این اقدامات مبارزه میکنیم، مینویسیم، میگیم و از نهادهای حقوق بشر سازمان ملل و جامعه مدنی هم قطعنامه های مکرر بر ضد سیاست جمهوری اسلامی صادر شده و این اقدامات رو و این نوع نقض حقوق بشر و نقض آزادی ها رو در جمهوری اسلامی محکوم کرد. سپاسگزارم آقای لاهیجی. آقای سرکوهی، وچی که آقای لاهیجی اشاره کردند، دخالت فرد یا گروه در به اصطلاح آزادی دیگران، این وچ سلبی در مورد آزادی هست که در متون یا پژوهش‌های فلسفی در مورد واژه آزادی این دو تا تئوری هست، وجه سلبی و ایجابی. خب اون وجه ایجابیش چه هست که جامعه یا مردم در راستای طلب نیازشون به آزادی اون توانایی رو ندارن یا اون پختگی رو ندارن، یا همون اشاره‌ای که شما می‌کنید به رأی دادن برای اینکه حق رأی رو از خودشون بگیرن، اون وجه ایجابی یا وظیفه یا مسئولیت جامعه نسبت به طلب آزادیش چه هست؟ ببینید، من فکر کنم برای این بحث‌های فلسفی راجع به وجه ایجابی که عبارت از حقوق مردم هست یا وجه سلبی یا غیره هنوز دور هست از جامعه ما. ما قبول این حرفی هم که الان من می‌خوام بزنم دور هست، اما لااقل میتونیم بگیم قابل تحقق است. ما فرض رو بر این بذاریم که اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک بیانیه بین‌المللی هست و دولت ایران هم امضا کرده، این رو مبنا قرار بدیم. حالا فراتر از این آزادی‌هایی که در اعلامیه حقوق بشر هست، آزادی‌های دیگری هم هست، حالا من نمی‌خوام راجع به اونها بحث کنم. در واقع ما میتونیم بگیم که هر چیزی که مغایر با این اعلامیه است مغایر با آزادی است. خب در ایران ما میدونیم که دستگاه سانسور وجود داره، کتاب‌ها رو سانسور میکنن، در واقع یه عده خودشون رو قیم فکری مردم میدونن، یعنی معتقدن که مردم نادانن، ابلهن، ما تعیین میکنیم چه بخوانن، چه ببینن و چه نمایشگاهی برن، چه کتابی بخوانن و غیره. از نظر به اصطلاح قوانین جزایی و وضعیت زندانام که آقای دکتر لاهیجی به خوبی گفتن و بدتر از اینم هست که ایشون گفتن و هم میتونن بگن. بعد آزادی‌های اجتماعی
هم وجود نمیدونیم که این مسئله به اصطلاح حجاب اجباری هست، پوشش اجباری هست، مسئله رفتار در جامعه هست، مسئله روابط به اصطلاح زن و مرد هست، بسیاری مسائل دیگه که اینا بر همه مشهود است. بنابراین در جامعه ما این نیست. اما مسئله دیگری که اینجا مطرح میشه این هستش که مردم چگونه درباره این میاندیشن. ما طبیعتا نمیتونیم بریم الان آمارگیری بکنیم و نمونه برداری فکری بکنیم که مردم چگونه میاندیشن، اما میتونیم رفتارها رو بررسی کنیم. گرایشی که مردم نشون دادن در دوره انقلاب که به اصطلاح هم آزادی هم جمهوری اسلامی خواست، مرادم اکثریت مردم اون موقع، چون همونطور که گفتم گروهایی بودند که آزادی رو به معنای واقعیش میخواستند، اون نشون میداد که برداشت مشخص و کنکرتی از این مسئله آزادی ندارن و تضاد آزادی جمهوری اسلامی رو درک نمیکنن. بعد از این ما میایم جلوتر، طبقه متوسط جمهوری اسلامی نابود میکنه، طبقه متوسط جدیدی به وجود میاره که طبقه متوسط رانتی هستش و اینا الان آزادی رو تا اونجا که ما نگاه میکنیم در آزادی اجتماعی میخوان که در قالب مردم سالاری دینی میخوان. توجه بکنیم که همه آزادی ها با هر نگاهی که بهشون نگاه بکنیم، به مجرد که امتیاز گروه خاصی شدن و گروهی از اونها محروم شدن، دیگه آزادی نیستن. آزادی وقتی است که به یک سان برای همه باشه، یعنی همه شهروندان از حقوق مساوی برخوردار باشن. حالا وقتی که میایم میگیم مردم سالاری دینی، نمیدونم آقای خاتمی، اصلاح طلب، غیر و غیر و اینها، به اصطلاح گروهی به اینا رأی میدن، نشون میده که اینها هم هنوز برداشتی از آزادی ندارن و در واقع آزادی رو امتیازاتی برای خودشون میخوان در محدوده چارچوب جمهوری اسلامی. اما الان ما در موقعیتی هستیم که باید دوباره برگردیم، شاید اون متاسفانه بحث‌های دوره مشروطه رو احیا بکنیم و مفهوم آزادی رو تعریف بکنیم دوباره و نشون بدیم که آزادی چه هست. مثلا من میخوام بگم که طبقات محرومی که به اصطلاح زیر خط فقر زندگی میکنن، اینها وقتی میتونن به حدی از عدالت اجتماعی در جامعه دست پیدا بکنن که بتونن سندیکای خودشون داشته باشن، اتحادیه خودشون داشته باشن، تشکیلات خودشون داشته باشن و بنابراین در واقع خواسته های اونها در گرو آزادی و عدالت اجتماعی در گرو آزادی، آزادی در عدالت در گرو عدالت اجتماعی است. ما باید برگردیم دوباره آزادی رو حداقل در چارچوب اعلامیه حقوق بشر برای لایه‌های متوسطی که فراموش کردن این رو دوباره تعریف بکنیم. این به اصطلاح وضعیت خوبی نیست. یعنی برداشت ما از آزادی تقلیل پیدا کرده به دلیل این جنبش اصلاح طلبی دینی، چون اصلاح طلبی دینی در واقع این مفهوم رو مغلوب کرد. مفهومی که میرفت که جامعه به اصطلاح برسه که آزادی رو برای همه شهروندان بخواد، اصلاح طلبی دینی اومد با به اصطلاح این رو مخدوش کرد و تبدیلش کرد به این شیر بیار و دم اشکمی که وجود داره. از اون طرف هم بنیادگراها هستن که اصلا منکر مفهوم آزادی هستن و اینا اصلا میگویند که ولی فقیر رو خدا تعیین میکنه، ما فقط کشفش میکنیم. انسان اصولا تابع هست و باید اطاعت بکنه از قوانین دین و قوانین دین رو هم ولی فقیه تفسیر میکنه و تعیین میکنه. بنابراین ما با دو تا به اصطلاح دیلما روبرو هستیم. این رو ادامه میدیم با شما آقای سرکوهی. مردم سالاری دینی، تئوری جدیدی که برای فضای سیاسی ایران و جامعه ایران آمد. آقای لاهیجی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر در 13 ماده، در ماده های اول حدود تا 29-30 اگر اشتباه نکنم، حدود 13 ماده مشخصا به واژه آزادی اشاره میکنه، به فضای آزادی برای جامعه و افراد در کشورهای مختلف، جوامع مختلف. جمهوری اسلامی یا سیستم حاکم در ایران چقدر به این مفاد و به این تبصره ها عمل میکنه و اگر نمیکنه پیگیر چه کسی میتونه باشه؟ نهاد، سیستم یا کشورها باید این رو پیگیر باشن؟ جمهوری اسلامی عمل نمیکنه برای که جمهوری اسلامی یک رسالتی برای خودش قائله که آزادی رو در اون حدی که به قول خودش مجاز میدونه، یعنی حتی در زندگی خصوصی مردم دخالت میکنه. ببینید، من موافق این نیستم که میگیم که مردم شناخت درستی از آزادی ندارن و نمیدونن آزادی یعنی چی. ما از زندگی خصوصی شروع کنیم. آیا زنهای ایران همه موافق هستند که با حجاب بیرون بیان؟ چرا جمهوری اسلامی نمیگذارد زنهای ایران خودشون انتخاب بکنن، مثل در رژیم گذشته، نه به دوران رضا شاه که با فشار از سر زنهای ایران چادر یا روسری رو بر می داشتن، نه دوران جمهوری اسلامی. یا مسئله انتخابات، البته خب هم به صورتی که آقای سرکوهی گفتن، در ایران انتخابات آزاد نیست، در ایران انتخابات مستقیم و یک درجه نیست، انتخابات دو درجه است. همین انتخابات دو درجه، ببینید هر زمانی که به مردم حداقل اجازه رو دادن، مردم از همون اجازه استفاده کردن بلکه بتوانند به یک وضعیت بهتری برسند. نمونش در انتخاباتی که آقای خاتمی رو روی کار آورد، یا انتخابات گذشته، یا سال 88، شما دیدید
بعد از تقلبی که در انتخابات شد 1 میلیون 2 میلیون مردم تو خیابونای ایران بودن. برای چی؟ برای گرفتن حق خودشون در همون محدوده‌ای که جمهوری اسلامی لااقل فکر میکردن تحمل میکنه. ولی هر زمانی که آزادی، آزادی خواهی، مبارزه برای آزادی، مبارزه برای احقاق حق با داغ و درفش و چوب و حمله به مردم و بعدم زندانهای طولانی، من گفتم وقتی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر رو به 16 سال زندان میدن، وقتی یک وکیل دادگستری 10 سال زندان میدن، این سرکوب است که نمیگذارد مردم به دنبال خواستهای خودشون باشن و به دنبال یک جامعه‌ای که در اون بتونن بدون هراس به همون صورتی که اعلام جهانی حقوق بشر میگه فکر کنن، فکرشون رو بیان کنن و عقاید خودشون ابراز بکنن. بنابراین این سیاست ترور و اقتناعی در جمهوری اسلامی هست، این سیاست است که مانع از این میشه که مردم در پی آزادی باشن، نه اینکه مردم شناختی از آزادی ندارن. ببینید امروز با این انقلاب در حال رسانه‌ای که در دنیا صورت گرفته، با تمام فشاری که هست در ایران، با تمام فشاری که روی رسانه‌ها هست، چرا مردم ایران برای شنیدن فقط اخبار واقعی متوسل به صدای آمریکا میشن، متوسل به بی بی سی میشن؟ این پوشش خبری که شما دارید در ایران یا بی بی سی داره یا رادیوها و تلویزیونهای بین‌المللی داره برای چیه؟ برای که مردم به رادیو تلویزیون ایران اعتماد نمی کنن، می دونن که اخبار واقعی رو اونها بهشون نمی رسونن. بنابراین همین تشنگی و همین تقاضایی که برای فقط خبررسانی و خبرگیری هست نشون میده که مردم لااقل شناخت نسبت به آزادی دارند و میخواهند به یک صورت دیگه زندگی بکنند، به یک صورت دیگه واقعیات حاکم و جاری در دنیای کنونی رو بدونند و به اون صورت ابراز عقیده بکنند. ولی هر زمانی که ابراز عقیده متاسفانه با فشار، با شکنجه، با زندان پاداش داده میشه، اینجاست که متاسفانه جامعه روز به روز بیشتر در خودش فرو میره و اینجاست که جامعه تبدیل میشه به یک جامعه بسته‌ای که متاسفانه جامعه امروز ایران هست. سپاسگزارم آقای لاهیجی. آقای سرکو یک دقیقه وقت داریم. به مردم سالاری دینی اشاره کردید، اون تئوری مردم سالاری دموکراسی دینی، آیا نسخه دیگری از همون شعار جمهوری اسلامی بود در کنار آزادی؟ خب البته نسخه ترمیم شده و کمی اصلاح شده بود. من به این توجه بکنیم که مردم در هیچ جامعه یکسان نیستن، خواست‌ها یکسانی هم ندارن. مردم لایه‌های گوناگون هستن و لایه‌های گوناگون خواست‌های گوناگون دارن. این حرف آقای دکتر درست هستش که خیلی از شمار بالایی از مردم ایران خواهان آزادی هستن، به مفهوم آزادی اطلاعات، آزادی گردش و اصلاح افکار و غیره. اما همچنین میخوان که در شیوه زیستشون آزاد باشن. اما توجه بکنیم که آزادی هایی که ما میشناسیم و به اصطلاح در اعلامیه حقوق بشر هم مندرجه، اینو به هیچ کسی به کسی هدیه نمیکنه. کسانی آزادی خواه هستند که برای این آزادی تلاش میکنن، مبارزه میکنن و بها میدن. جز این هیچ راهی برای آزاد شدن جامعه وجود نداره. نه نیروی خارجی میتونه جامعه رو آزادی بیاره، نه هیچ کس دیگری. هنگامی که هنوز مردم دچار توهماتی هستن، مثلا وقتی شما فکر کنید مردم سالاری دینی، روحانی، نمیدونم خاتمی، اینا آزادی هست، اون گروهی که به این باور دارن هنوز مفهوم آزادی رو به مفهوم واقعیش درک نکردن. آقای سرکوی سپاسگزارم. از آقای دکتر لاهیجی هم سپاسگزارم که در برنامه حضور داشتید. از شما بینندگان هم سپاسگزارم که با ما بودید امشب. با ایمیل و صفحه فیسبوک با ما در ارتباط باشید. تا افق نو دیگر بمانید در خوبی و خوشی. We'll be right back.